در مورد الگوریتم Proof of Work یا POW با هاتون صحبت کنم. خب دوستان، زمانی که قرار باشه یک تراکنش اتفاق بیفته و یک بلاک جدید توی شبکه ایجاد بشه، ما فرض میکنیم یه سری ماینر داریم. ما یه سری ماینر داریم، هر کدوم از این ماینرها باید بتونن یک سری محاسبات پیچیده ریاضی رو انجام بدن و در نهایت یک تراکنش رو تایید کنن. اما چطوری؟ وقتی که هر کدوم از این ماینرها دارن محاسباتشون رو انجام میدن، یکی از این ماینرها قاعدتاً سریع‌تر از بقیه میتونه اون محاسبه رو انجامش بده. خب اما این کافی نیست، به خاطر اینکه ما یکی دوتا ماینر نداریم توی شبکه، ما یه تعداد زیادی ماینر داریم. بنابراین باید اکثریت این ماینرها بتونن این معادلات ریاضی رو حل کنن تا یک تراکنش تایید بشه، در نهایت یک بلاک جدید ساخته میشه و این بلاک جدید به شبکه بلاکچین اضافه میشه. خب هر کدوم از این ماینرها به واسطه کاری که دارن انجام میدن، خب دارن استخراج میکنن ارز شبکه رو، بنابراین باید یک پاداشی رو هم دریافت کنن. این پاداششون رو مثلا برای شبکه بیت کوین به صورت بیت کوین دریافت میکنن و یک بیت کوین کامل رو هم نمیگیرن. این بیت کوین تقسیم میشه به صورت درصدی بین هر کدوم از این ماینرها به ازای پاداش کاری که انجام دادن. خب ماینرها یا همون استخراج کننده ها از طریق یک تایید تراکنش ها و دو تایید تراکنش ها دو حل محاسبات ریاضی و سه اشتراک گذاری آن در شبکه خب از این سه طریق میتونن یک بلاک جدید رو ایجاد کنن و در نهایت ارز اون شبکه رو که حالا ما داریم در مورد بیت کوین صحبت میکنیم استخراج کنن. خب هر چقدر که تعداد ماینرهای بیشتری این کار رو انجام بدن، در نهایت امنیت شبکه هم بیشتر میشه. دوستان این الگوریتم امنیت بیشتر زمانی که تعداد ماینرها بیشتر باشن. دوستان این الگوریتم اولین بار توی شبکه بیت کوین یا BTC استفاده شد و خب این الگوریتم مدلش اینطوریه که هیچ شخصی و هیچ سازمانی نمیتونه کنترلش کنه، بنابراین یک در واقع شبکه غیر متمرکزه. یکی از ویژگی های مثبتش همین غیر متمرکز بودنشه و البته یه سری معایبی هم داره الگوریتم POW. یکی از معایبش اینه که خب معایبش رو میخوام براتون بگم. اجازه بدید من برگردم به چند تا اسلاید قبلی. ما گفتیم که ما یه سری ماینر داریم، باید اکثریت این ماینرها بتونن این معادله ریاضی رو حل کنن تا یه تراکنش تایید بشه دیگه. خب اولی حل میکنه، یه زمانی طول میکشه. دومی هم حل میکنه، یه زمانی طول میکشه. خب ما تعداد ماینرهامون توی شبکه زیادن، یکی دوتا نیستن، بنابراین زمانی که طول میکشه تا یه تراکنش تایید بشه زمان زیادیه. بنابراین یکی از معایب این الگوریتم عمل کرده خیلی کندی هست که توی تایید تراکنش ها داره و تراکنش.
خب و یکی دیگه از معایبش اینه که خب ما وقتی میخوایم یه دستگاهی باید داشته باشیم تا بتونیم ارز شبکه بیت کوین رو استخراج کنیم دیگه. برای استخراج ارز شبکه بیت کوین ما باید یه هزینه خیلی زیادی رو متحمل بشیم تا یه دستگاه خیلی خوب بخریم تا بتونم اون معادلات پیچیده ریاضی رو توی کمترین زمان ممکن انجامش بده. پس ما یه هزینه زیادی میدیم برای تهیه این دستگاه ها یا سخت افزارها، از طرفی ما یه هزینه‌ای رو هم باید برای نگهداری این دستگاه‌ها بپردازیم، یکی هم برای نگهداریشون. و یه نکته‌ای که هست اینه که هر کدوم از این دستگاه‌ها برق زیادی رو مصرف می‌کنن و به واسطه این برق زیادی که مصرف می‌کنن می‌تونن به محیط زیست هم آسیب بزنن. پس دومین عیبش میشه هزینه زیاد یا هزینه نگهداری زیاد. بنابراین سومین عیب این الگوریتم میشه مصرف برق زیاد و به واسطه این مصرف برقش میتونه آسیب بزنه به محیط زیست. و همین آسیب به محیط زیست یکی از دلایلی هست که در واقع یکی از مهمترین دلایلی هست که الگوریتم POW یا اثبات کار چندان مورد استقبال قرار نگرفته. خب به پایان این آموزش رسیدیم. مثل همیشه ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم نهایت استفاده رو از این آموزش برده باشید. اگر سوال یا نظری دارید خوشحال میشم با من در میون بذارید و در اسرع وقت تا جایی که بتونم پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستم. و اگر تازه وارد این صفحه شدید و این آموزش رو دوست داشتید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید که عضو جدید این کانال بشید و البته زنگوله بالای صفحه رو هم فعال کنید که اگر ویدیوی آموزشی جدیدی گذاشتم با خبر بشید. و در نهایت اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید.